بینندگان و شنوندگان عزیز و محترم به برنامه دانش، بینش و آزادی خوش آمدین. بنده حبیب ریاضتی در خدمت شما هستم و هدف از این برنامه به خصوص و ویژه آن است که چون داریم به نوروز باستانی و نوروز جهانی نزدیک می شویم، هدف این برنامه را آن گذاشتیم که یک مقدار در مورد مفهوم نوروز و ارتباطش با تجدد، با دگراندیشی، با نواندیشی و مسائلی که مربوط به این موازی هست رو با شما در میان بگذاریم. بنده دیگر نمیخواهم زیاد توضیح بدم در مورد شرایط این برنامه که هیچ گونه اهداف سیاسی مذهبی خاصی رو دنبال نمی کنه، ولیکن معتقد هست که مرام های سیاسی و مذهبی بایستی بررسی بشوند و شناخته بشوند فقط به دلیل دانش و بینش. این برنامه ها هدف اساسیش ایجاد فضایی است برای دگراندیشی و نواندیشی که ما همگی بتوانیم انسان‌های بهتری برای خودمان و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم باشیم. با این مقدمات اصولی خوشوقت هستم که همکار عزیز و مهمان برگزیده خودم رو به شما معرفی بکنم و ایشان خانم دکتر سهیلا عزیزی هستم. خیلی خوش اومدید. خیلی خوشحالم، خیلی متشکرم. اجازه بدین که خدمت بینندگان عزیزتون عرض سلام داشته باشم و واقعا افتخار خودم رو اعلام بکنم از اینکه در این برنامه در مجموع و در این برنامه به طور خاص که با ماه مارس و با فرارسیدن نوروز باستانی همراه خواهد بود اینجا حضور داشته باشم. نوروز، اصلا نوروز یعنی چی سهیلا خانم؟ نوروز از نقطه نظر من یک تقدیر و یک ستایشی هست از طبیعتی که اجازه میده بازسازی ها و نوآوری ها ارائه بشن و اگر بتونیم هر روز رو نوروز اعلام بکنیم و هر روز به خودمون، زندگیمون و به کارهایی که میکنیم توجه بکنیم و سعی کنیم که روز بهتری رو برای اون روز بسازیم از روز گذشته، این هر روز ما نوروز خواهد بود. اینطوری که شما توضیح دادین که خیلی جامع است، بنابراین نوروز نمیتونه مربوط به یک کشور خاص یا محل خاص باشه، درسته؟ بنابراین نوروز رو شما بیشتر مفاهیم عملی، روحانی، فکری و تجدد میبینین و من بلخص به این بیان شما که یک امر طبیعی تجدد است. اگر امری طبیعی است، جهانی است، اینطور نیست؟ دقیقا، من در هر موضوعی که تفکر میکنم جنبه جهانی طبیعی یا متر، جهان فیزیکی رو به عنوان یه سمبولی از جهان عرفانی و از جهانی که اعتقاد دارم جهان بعدی یا عالم روح وجود داره سعی میکنم مثالهای این دنیا رو برای خودم مثالی از عالم دیگر بدونم و توش معنای عمیق‌تری پیدا کنم. من در آمریکا به خصوص فکر میکنم تعطیل‌ها، عیدها، روزهای مذهبی همه از جنبه روحانی و عرفانی و معنویش بیرون کشیده شده تا حدی و جنبه مادی پیدا کرده و به همین خاطر نوروزی که عید عزیز ایرانیان و عید عزیز بهائیان سراسر دنیا هست از طبیعت الهام گرفته و از چرخش زمین و گذشت از اون نقطه آلفا یک تاریخی رو برای ما مشخص میکنه، ولی در همون زمان در جای دیگر دنیا
برای عید یا برای بهار یا برای شکوفایی یا برای شروع جشن نمیگیرن. بنابراین ما اگر که اینو از تاریخ الهام بگیریم ولی از طبیعت الهام بگیریم ولی به طبیعت ربطش ندیم و به معنی یعنی در حقیقت فکر کنیم یه مفهوم نمادی صوری ظاهری داره، یه مفهوم عمیق‌تر فکری و روحانی یا معنوی انسانی داره. این خیلی نکته عظیمیه. یه بیان دیگه ای شما فرمودین که برای من خیلی مهم هست. پس ما یک نوروز باستانی رسومی ایرانی داریم، حاجی فیروزی داریم، هفت‌سینی داریم، همه اینها به کنار، ولی حقیقت نوروز نصیب کسی می شود که نواندیشی و دگراندیشی رو جایگزین عقاید عتیقه فرسودهی بکند که اسباب دوگانگی اختلاف ایجاد کرده است در عالم. آیا درست من میفهمم؟ بسیار قشنگ تفسیر فرمودید. یعنی در حقیقت پس ما در شما اشاره کردیم به آیین مقدس بهایی. من البته در این برنامه ها هدفم روشنگرایی است، نه پیامبر مسیحی یا مسلمان یا بابی و بهایی، ولی از اون جهت که باب و بهاءالله این مفهوم نوروز رو یک مفهوم جهانی کردن خیلی قابل ملاحظه است. بدین معنی که شما می توانی امریکایی باشی ولی این مفهوم نوروز رو شما به معنی تجدد روحانی و طبیعی در نظر میگیری. اگه در استرالیا هم باشی این کارو میکنی. و یه چیزی که شما خیلی ظریف و دقیق فرمودی و راحت از بغلش رد شدیم، نوروز رو اگر ما بخوایم محدود بکنیم به شؤونات جسمانی ظاهری که گلی هست و بلبلی هست و بهاری هست، این خارج از یه قسمت دنیا معنی خودش رو از دست میده، چون شما در جایی که بهاره جای دیگه امکان داره پاییز باشه، یعنی نیمکره شمالی نیمکره جنوبی. ولی اگه مفهوم جهانیشو بگیریم شاید معنیش بهتره. درست فهمیدم این رو؟ من از این که از مملکتی اومدم که نوروز رو قرنها جشن گرفتن و با همون سمبول هایی که در عالم فیزیکی ما همه باهاش ارتباط داریم برگزارش میکنن و تقدیر اون روز رو اعلام میکنن، خیلی خوشحالم، خیلی خیلی افتخار میکنم که این کار میکنیم. هدف من این نیست که اون رو جایگزین با ایده دیگه ای بکنم. همیشه هدفم این هست که یک معنی دیگری هم وجود داره که شاید در ظاهر ما اگر خیلی مشغول ظواهر بشیم شاید اون معنی باطنیش رو از دست بدیم. هدف هم این بود که فقط اون رو اشاره کرده باشیم. من چون بدونین IQ من کمه، من میخوام یه مثال بزنم ببینم تو. ببینین اتفاقا من فکر میکنم هیچ بیننده و شنونده عاقل و هوشیاری این بیان شیرین شما رو مبنی بر این نمیگیره که یکی ارجحیت داره بر دیگری، بلکه اون چیزی که من فهمیدم آن است که فقط خودت رو مقید به یک روز نکن. فقط فکر نکن 13 روزه که شما به دیدن همدیگه میرین، لباس جدید میپوشین. یک مقدار سعی بکنی که لباسهای فکری جدیدی ایجاد بکنین، کینه ها رو از دل خارج بکنید، قضاوت های بیجا رو از بین ببرید. و دوباره من برمیگردم به این بیانی که شما فرمودین که انسان هر روزش میتونه نوروز بشه. محورش چیه؟
سهیل خانم، یعنی اگه من امروز میخوام مثل نوروز باشه، حالا داریم در مورد معنی حرف میزنیم چون این دانش و بینش و آزادیه، یه مثال بدین، مثلا من چگونه بفهمم صبح که بلند میشم تا شب نوروز رو دارم، نیو دی ایجاد میشه؟ این سوالی که شما میفرمایید یا چیزی که هست روی میز هست برای مطرح شدن، یک جواب یا من جوابی داشته باشم یا اشخاصی که تلفن میکنن، اینا مطرح میشه برای اینکه ما هر کدوم در خودمون و در دنیای خودمون و بعد در رابطه با دنیای بیرون اینها رو معنی جدید بهش بدیم. من اعتقاد به این ندارم که شخص اگر شب خوابید و صبح خواب نما شد و فکر کرد که باید اعتقاداتش رو عوض بکنه، این به صورت معجزه اتفاق نمیفته. اگر امکانش هست ممکنه که اتفاقم بیفته و برای اشخاصی ممکنه که در رابطه با عالم بعدی، پدری، پدر بزرگی، شخص مؤمنی به خوابشون بیاد و این تغییر رویه رو برای اینا بگذارن، یا یک مشکل اساسی در زندگیشون باشه که به اینها یک شوک تحول فکری بده که اگر از اون لحظه به بعد زندگیشون رو عوض بکنن معنی واقعی خوشحالی و زندگی رو تازه اون موقع فهمیدن. اینها رو کنار نمیگذاریم، اینها همیشه وجود داره، اما اون نوروز و تحول فکری که تو ذهنم امید دارم و در راهش فعالیت صبح و شب و لحظات بیداریم در اون هست، این هست که ما این فکر و ایده رو آنچنان اشاعه بدیم که کم کم طرز فکر و فرهنگ جامعه که توی زندگی میکنیم و بعد به تدریج فرهنگ جهانی رو با یک سری نرم های جدید، فرمودین لباس های کهنه رو دور بریزیم، سمبل خونه تکونی در مراسم نوروزی اون رو جایگزینش بکنیم، که خونه فکریمون رو از نرم ها و اعتقاد های قدیم و ناسالم و مضر برای جامعه بشری پاک بکنیم و اون نوروز ما باشه. اگر من امروز صبح پا شدم و این احساس کردم، فبه ها، اگر که نه باید فعالیت کنم تا برسم بهش. ما شرایطی برای خدمت ایجاد میکنیم برای جوانها و برای اشخاصی که واقعا کلمه empowerment و قدرت بخشیدن رو بهشون میدیم. قدرت رو در این تجربه کردیم که شخص با از خود رها شدن و کمک به دیگری کردن احساس قدرت و خوشحالی میکنه. بنابراین اگر اینجور موقعیت ها پیش بیاد و تو هر جامعه ای هر کسی اجازه بده که خودش در این راه فعال باشه، ما کم کم اون نوروز رو در افراد و در جوامع و در و کم کم اثرات افراد در حکومت ها به این صورت، این وظیفه‌ای که من در خودم میبینم و بهش مشغول هستم. شما خیلی عمیق حرف میزنید، من باید کچاپ کنم به شما. ببینید، یه بیانی است، چون شما ذکر مفاهیم مذهبی و معنوی هم کردین، یک بیانی است از عبدالبها عباس، میفرماین هر روزی که مصدر خیر عمومی بشه اون روز نوروز حقیقیه. یعنی معیاری که ما داریم از صبح تا شب، به عوض این که بگیم من فقط خوشحالم، من شاکرم که اینو دارم اونو دارم، عبدالبها عباس فکر اساسی و بنیادیش این بود که شما اون روزی نوروزه که از این افکار عتیقه قدیمه فرهنگی سنتی که مزره بیای بیرون و این سنت حقیقی ایرانی رو مثلا سعی کنی یه مفهوم جهانی بهش بدی و مفهوم جهانی هم در خیر عمومیه. و این چیزی که شما میفرمایید که وقتی صبح بلند میشین افعالتون رو چگونه تنظیم بکنین که دنیای بهتری رو درست بکنین. حالا بریم سر قسمت دوم، این ساعت زود داره میدوه. آیا شما 30 سالته،
در عرض این 30 سالی که تو زندگی تجربه کردی، نوروز خارجی خیلی و طبیعی خیلی ساده خودش میاد، بله، چون هر روز میگذاریم و نوروزه میاد. ولی آیا ما تجدد حقیقی هم پیدا میکنیم با گذشت زمان؟ یعنی آیا، مثال بزنم، من اگر همون طوری که 10 سال قبل فکر میکردم در مورد هر چیزی هنوز همون طوری فکر بکنم، آیا اصلا من مفهوم نوروز رو میفهمم؟ فکر کنم سوالی که اول پرسیدین جوابشو بدیم تو حدی که در حد کار من و در حد فهم من هست، که آیا تجدد به سراغ ما میاد یا ما باید به سوی تجدد بریم. فکر کنم یک اشاره کوچیک کردیم که برای بعضی اشخاص این به صورت یک تحول ذهنی و تحول فکری برای شاید در یک واقعه، در یک لحظه زمانی اتفاق بیفته، اما برای اکثر اشخاص ممکنه که یک مسیر باشه، یک تحول فکری در طی زمان باشه. اما خیلیش میتونه در تاثیرپذیری از جامعه اطرافمون باشه. یعنی اگر من سرم و زیر برف کردم و نمیخوام حقایق رو قبول بکنم که دنیا در حال ترقی هست و در حال پیشرفت به سوی اون چیزی که من فکر میکنم، شخصی فکر میکنم که به سوی تحول فکری و به سوی برقراری اون صلح جهانی یا به توصیف بعضی از مذاهب اون بهشت روی زمین، و اگر به اون طرف حرکت نمی کنیم و نمی خواهیم و جزو اون گروه های هستیم که به طور منفی به موضوع نگاه می کنن و طبیعت بشر رو همیشه جنگجویانه و همیشه مهاجم و همیشه خشمگین می دونن، بخواهیم که با اون طرز فکر پیش بریم، یه وقتا جامعه اطرافمون نمیگذاره که ما با اون دگماها و با اون طرز فکرهای کهنه زندگی کنیم، باید به خودمون بیایم. و این شاید ابتدای و الان من فکر میکنم در جامعه‌ای که هستیم حداقل در 20 سال 30 سال گذشته به قدری تحولات فکری پیشرو به صورت جامعه اندیشی و خیر اندیشی برای جامعه بشری اتفاق افتاده که اگر ما بخوایم سرمون رو زیر سند یا زیر برف بکنیم و نخوایم اینها رو بهش توجه کنیم و بخوایم که زندگی خودمون رو با اونها مطابق بکنیم، از قافله عقب میمونیم. چاره دیگه نیست. دیگر اندیشی یعنی چی سهیل خانم؟ دیگر اندیشی بحث بزرگی رو شروع کردید، ولی باز درک من و فهم من درک من این هست که سعی میبره، زحمت لازم داره و نش و نمای اختیاری میخواد. یعنی اگر من الان میبینم این گل جلوی روم رو، اگه با چشم بصیرت نگاه کنم 1000 معنی دیگه درش میبینم. اگر یک چیزی رو احساس میکنم با حس ششمم که وجود نداره، شاید برای کسی که نمیبینه قابل لمس نیست نفیش بکنه، اما من اون الهامی که تو قلبم هست رو دنبال بکنم و بر اساس اون عمل بکنم، به نظر من اینها چیزهایی هست که معنی دگراندیشی رو کم کم به ما میفهمونه. اگر ما اون احساس رو ندیده بگیریم، اگر من قلبم از اذیت یک شخصی ناراحت شد و اون رو پس زدم و فکر خودم رو کردم، گفتم ناراحت نشو، فراموش میکنه، و از دردی که به کس دیگه وارد کردم خودم متاثر نشدم، من با اختیار خودم دگراندیشیمو از خودم دور کردم. مرحبا. و اگر که امریکایی الان یک کلمه به اسم مایندفول استفاده میکنن که چقدر مهمه که ما مایندفول باشیم از وقایعی که از دور و برمون میفته، من مایندفول بودن و آگاه بودن اجازه میده که دگراندیشی رو تو زندگیمون راه بدیم. آیا دگراندیشی شما با کانت چای میخوری؟ کانت مرد شریفی بوده. خوشحالم که مطرح کردی. کانت معتقده که دگراندیشی
که به روشنگرایی بیانجامه، انلایتنمنت، موقعیه که من در مورد اعتقادات خودم اول شروع کنم فکر کردم. یعنی شما یه چیزی فرمودی، جرأت و شجاعت داشته باشم که اعتقاداتی که مثلا در مورد نوروز دارم یا در مورد هر چیزی دارم بیام مستقل از این که کی اینا رو به من گفته، میخواد آقا خدا باشه، پیامبران محترم باشن یا یه دوست دیگه ای به من یاد داده، مهم نی، ولی اگه اینا اعتقادات منه، آیا من جرأت این رو دارم که اعتقادات خودم رو یکی پس از دیگری مورد بررسی قرار بدم با میزانی که شما فرمودی که عزت خودم و عزت دیگران رو در نظر بگیرم، بعد جرأت این داشته باشم که اعتقادات رو از بین ببرم یا رهاش کنم؟ دیگراندیشی بنابراین در مورد این نیست که دیگری چی کار میکنه، دیگراندیشی از منه. آیا من شجاعتی ندارم که مثلا به جای اینکه من از شما پرسم خب شما چرا اینطوری معتقدی، شما مثلا یک کلمی باشی بگی به خاطر اینکه حضرت موسی فرمودن، خب این دیگر اندیشی به من نشون نمیده، این به من نشون میده شما پیرو خیلی خوبی هستی. یا فرق نمیکنه محمد رسول الله، بهاءالله یا بهاءالله. دیگر اندیشی یعنی اینکه آیا من این چیزی رو که اکس و وای و زی به من یاد داده، من قدرتی ندارم که بگم این اگه کار نمیکنه سالم نی، مفید نی، دوگانگی ایجاد میکنه، اینو بذارمش کنار. این رو چجوری دقت کردی چه خبر شد؟ درسته، ولی شما قدرت و جرأت رو شاید یک چیز نهادی بدونین که ما ضمیر آگاهمون باید بدونه و روش اقدام کنه. نه، ارادیه. من فکر میکنم قسمت ارادی رو باید به کار بندازیم و تربیت و دانشی که داده میشه. من شاید به تنهایی وقتی ندونم که یک طرز فکری تو دنیا طرفدار داره، اونقدر جرأت نداشته باشم که اون طرز فکر رو دنبال کنم. شاید پیشرو نباشم که نفر اولی باشم که این کار میکنم. داشتیم اشخاصی که کردن و تاریخ از اینها یاد میکنه، ولی اگر نیستیم از اون رده، اگر دانش بپذیریم و اگر چشممون رو باز کنیم و بدونیم که همچین حرکتی در دنیا هست و باز اقدام نکنیم، دیگه اونجا مسئله قدرت و جرأت نیست. اونجا دیگه مسئله اینه که ما اصلا نمیخوایم که قبول بکنیم و اون چشممون رو بستیم به حقایق. یعنی چون ببین اشکال امروز جهان چه در سیاست چه در مذهب، این دوتا عاملی که کتابای زیادی هست که دو تا عاملی که مردم رو از هم جدا کرده در دنیای فعلی، این دو تاست. این دو تا یکی از دلایلی که جدا میکنه، چون دیگر اندیشی رو اصلا به خودش راه نمیده. پارتی من، دین من، مذهب من، اونا چی؟ اونا اگر مثل من فکر نکنن، خب اینا که درست نیستن که. اگه حالا مذهبی هستی یه کلا شرعیه دیگه ای هم داری، پیغمبرم گفته، پیغمبر چرا گفته؟ چون آقا خدا باش حرف زده، حالا تو دیدی باش حرف بزنه، والا اونش دیگه به تو ربط نداره. ولی جرأت این که من بیام و بگم پیرو هستم ولی در این حال پیروی از اون مرام های اجتماعی که شما فرمودین که پیش رو هم هست، آیا من جرأت این رو دارم که وقتی یه مرامی که پیش روه، حالا مطلق شاید نباشه، بیام بگم من اگرچه بچه نسل ها افکار عتیقه هستم، الان به خاطر عزت خودم و عزت جامعه بهتر میام اونها رو کنار میذارم. این کانت میگفتش که خیلی بعیده مردم
پیدا بکنن. شما یه مثال دیگه هم که زدی من خیلی خوشحالم زدی. شما دقت کن کسانی مثل سقراط، گاندی، باب، حالا اصلا ما کاری ندارم مردم به این عقاید فلسفی اینها معتقد هستن یا نه، ولی یه چیزی رو ما در اینا میبینیم، جرأت و شجاعت دگراندیشی. یعنی اینها در همون جامعه‌ای که من و شما زندگی میکنیم بودن، ولی نیومدنم به هم بزنم. مثلا به عنوان ذکر مثال رستاخیز همون نوروزه، دیگر اندیشه. دقت میکنین چی میگه؟ خیلی خب، البته این سوالا داره یکی یکی بگیرم من یکیشو. عجب، خیلی خب، خیلی معطل بودن ولی هفت دقیقه یکی باید معطل میشدن، حالا کلک زدن ایبی نداره. بفرمایید. با درود، دکتر شنگیز آذر هستم. پیشا پیش از فرصت استفاده کرده و برای رسیدن چهارشنبه سوری بزرگ و نوروز را به همه شما و کارکنان اندیشه تبریک میگم. قربان شما، خوش آمدید. بفرمایید. و همچنین خانم دکتر عزیزی، بعد از مدتی به منزل خودتون خوش آمدید. من از اون شاید تنها کسی هستم تو دنیا که از طلا و الماس متنفرم، چون به یاد معدنچیان میفتم. اما این گردنبند ساده سنتی یا قبیله شما بسیار زیباست. خیلی متشکرم و مرسی که همیشه لطف دارید به این برنامه و لطف میکنید زنگ بزنید. از نوروز صحبت کردید جناب ریاضتی، چقدر جالب بود حرف جناب عبدالوهاب که اون صحبت کردم، و همچنین صحبت خود شما که یک خط فاصل در مورد نوروز، یک خط فاصل خیلی روشنی بین سنت و در واقع طبیعت گذاشتی که همیشه در حال نو شدنه. من فکر کنم که این خط فاصل بایستی گذاشته بشه و فکر میکنم نوروز یک روزی به واقعا نوروز جهانی تبدیل بشه، همانطوری که گفتید اول بهار در هر کجا یکسان نیست. چه بهتر که 365 روز چهارشنبه سوری و نوروز در جهان داشته باشیم. سپاسگزارم. خیلی ممنونم. از اطرافشون. بفرمایید. دکتر ریاضتی جانم، بفرمایید. خیلی خوش اومدید. سلام به مهمان گرامیتون. سلام آقای دکتر ریاضتی، امکان داره که تو برنامه هاتون آقای دکتر ایجادی رو بیارید و در زیر آقای دکتر مشکی انگار برنامه دارن با شما چه روزی میان؟ بله قربان شما، من حقیقتشون برنامه هام رو الان ندارم، لیستش رو نمیتونم دقیقا به شما بگم، ولی جناب مشکی در برنامه بنده حضور دارن هر چند وقت یه دفعه، و من یکی از اهدافم آن است که از مخازن انسانی مختلفه، از گروه های مختلفه در اینجا بیارم و من میخواد بدونم که چه موقع میاد که من نگاه کنم از من. بله چشم. حالا شما هر هفته نگاه کنید یه دفعه. من که هر هفته نگاه میکنم، اما دلم میخواد میدونه. من فکر میکنم توی جولایه. اما آقای دکتر ایجادی امکان داری بیادین، چون آقای دکتر ایجادی خیلی معرکه هستن از شما ها نباشید. چشم. حتما. قربان شما، خیلی ممنون که زنگ زدید. تشکر از برنامه خوبتون. فدای شما، قربان شما. خب کانت صحبت می‌فرمودین. بله این همه ببینید، من می‌خوام چیزی که شما شروع کردی به نظر من استقصات این برنامه است. نوروز میتونه هر سال بیاره بره و این سفره رو بچینیم و هفت‌سین بشه و تبریک بگیم و ایران 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 ایران، اینا رو که ما به شک نداریم. شما بنده دلمون میخواد یه ایران بهتری باشه، ولی آیا فقط این آرزو چیزی که کانت داره میگه اینه؟ این آرزو که من دارم اگر با یه دگراندیشی دیگری تو هم نباشه در مورد اعتقادات من، که من تا زمانی که افکار نشنالیزمی باشه، افکار قبیله‌ای باشه، نژادی باشه، مذهبی باشه، من نوروزی حقیقتا ندارم.
روشنه؟ فرمودین من فکر میکنم که اصلا یه لحظه راجب صحبت‌های امانوئل کانت صحبت بکنیم، برای اینکه به قدر این آدم دگراندیش بود و به قدر ایده هاش نو و پیشرو بود که واقعا در زمان خودش خیلی به نظر من خیلی الان نگاه میکنیم میگیم خب اینا همین چیزهایی که ما اعتقاد داریم و فکر میکنیم که برای صلح دنیا اینا لازمه. این قدم هایی که برای آوردن صلح، برای صلحی که ممتد باشه، perpetual peace، ارائه کرده بود توی زمان خودش، توی نیمه قرن 18 هم که هنوز قبل از حضرت باب و حضرت بهاءالله و دورانی هست که ما از رو مذهبی اعتقاد بهش داریم، فکر میکنم که اگر اشخاص اینجور فلسفه ها و اینجور دیدگاه ها رو به خاطر اینکه از کی اومده یا چرا ما به اون شخص لقب حضرت میدیم یا چرا مذهب در کنارش هست، اگه فقط تئوری های اینها رو به عنوان تئوری های کارساز استفاده بکنیم و در دنیا ببینیم که اینها از قرن نیمه قرن 18 هم تا الان اینا همه دارن پیاده میشن. ایده های کانت، ایده های حضرت بهاءالله، همه الان میبینیم که داره در عمل انجام میشه. یعنی شما یه چیز اساسی گفتی، خطوطم حالا داره میدرخشه، یه چیزی گفتی که اینا داره میدرخشه، یعنی شما به جای این که اسامی اینها رو سعی بکنی دنبالش بری، افکار عالیشون رو توجه کن و ببین کارساز هست یا خیر. یه بیانیست از علی، میفرماین انظر الى ما قال لا تنظر الى من قال، نگاه بکن ببین چی گفته میشه، نگاه نکن به این که کی چی میگه. یا به عبارت دیگه عبدالبهاء عباس، طالب شمس حقیقت باشید، از هر افقی طالب شود. یعنی یکی از دلایل این که نوروز حقیقی پیدا نمیشه برای اینکه مردم بیشتر به سهیلا توجه میکنن تا به افکار سهیلا و حقایق ابدی سهیلا. وقتی به افکارش توجه میکنن دگراندیشی میتونن ایجاد کنن. وقتی سهیلا پرست بشن اون موقع در حقیقت اصل قضیه را از بین میبرن. خب بفرمایید ببینم ترتیب بفرمایید. سلام آقای زیادتی، ببخشید من دوباره مزاحم جانم، بفرمایید. من یادم رفت بگم پیش شما از اونایی که دستشون به دهنشون میرسه بخواین که شب عید به اون خانواده‌ای که نیاز داره کمک کنن و کسی هم متوجه نشه و وقت اون موقع میشه عید واقعی برای مردم. آفرین به شما، آفرین. من حقیقتاً تبریک به شما میگم با این افکار عالیه‌ای که دارین. نوروز اونه که بایستی انسان وقتی که به یک کسی حتی کمک میکنه خودش هم در مورد اون کمک فکر نکنه تا اینکه بتونه بخواد ذکرش رو بکنه. مرحبا به شما. من یک کلام اینجا ممکنه که بفرمی. اضافه کنم، انجمنهای ایرانی الان چند ساله که واقعا این ایده که این خانم لطف کردن و اشاره کردن رو دارن پیاده میکنن در جاهایی که مثل میدنایت میشن لس آنجلس و واقعا جاهایی که مردم بی بضاعت، یعنی حتی ایرانی ها فقط نیستن، ولی به اسم نوروز تمام خدماتی که میتونن ارائه بدن رو در یک محل جمع‌آوری میکنن و معنی نوروز رو، معنی معنوی و حقیقی نوروز رو به تمام جامعه اطرافشون دارن نشون میدن. اگه هر کدوم ما یاد بگیریم و هر تا بریم و تکرار کنیم تو شهرها و منطقه‌های خودمون، این نوروز جهانی تر از این میشه که الان هست. ما باید اینجا ذکرم بکنم کاری که مثلا خود شما میکنی با این انجمن غیر انتفاعی که داری که فقط به مارچ و اپریل و می و جون منوط نیست، فکر مردم رو عوض میکنی، چون اگه فکر رو عوض کنی زندگی هاشون عوض میشه، اونم نوروز است. بفرمایید. سلام علیکم. قربان شما، خوش اومدین. بفرمایید. آری عزتی جانم، بفرمایید. حالتون خوبه؟ خسته نباشید. فدای شما، خیلی خوش اومدین. بفرمایید. مرسی آقای ریاضتی. آقای ریاضتی، میخواستم سوال کنم که از این بحث‌های کلی و انتزاعی بهتر نیست که مقدار به مصداقا بپردازید؟ الان همتیمش‌های شما را در شهرستان‌های مختلف
مغازه هاشون رو می‌بندن، اونا رو اجر می‌کنن. یه مقدار راجع به اونها صحبت کنیم. بله. خیلی از این برنامه خیلی ممنونم. کلی صحبت کنیم. ممنونم. اتفاقا خوب است که شما این رو مطرح کردین، ولی توجه داشته باشین که هدف اساسی این برنامه اتفاقا آن است که افکار رو تجدید بکنیم. یعنی به جای این که بگوییم بله در ایران بهائی ها، کلیمی ها، موسوی ها این اون رو اذیت میکنن، ما میخواییم به عواملی که بیشترش عدم اندیشه، عدم نواندیشی، دگراندیشی است توجه بدیم و ما نمیخواهیم این برنامه مخصوص یک گروه مذهبی یا سیاسی خاصی بشه. همه دوستان ملتفت هستن که در ایران چه بر سر اقلیت‌ها مخصوصا پیروان آیین بهائی میگذره، ولی هدف ما آن است که دوستانی که این بلایا رو میبینن یک مقدار به مفاهیم دین، مفاهیم انسانیت و چگونگی برخورد با اونها به فکر بیفتن و با این تعمق حتما نسل بعدی این کارها رو کمتر میکنه. مطلبی داریم بفرمایید. فکر میکنم که آگاهی برای هر گروه و هر صنفی که زیر تهاجم قرار گرفته، وقتی ما آگاهی جمعی رو بالا ببریم، هر کسی تو منطقه ای که زندگی میکنه شاید به یک گروه به خصوصی، الان سیریان هایی که واقعا بیخان و مملکت تو این مملکت هستن، ما میتونیم یک جور طرز فکر داشته باشیم که به اینها کمک کنیم. آفره. اگر دستمون نمیرسه که بهائی های ایران رو کاری براشون، یعنی در حقیقت برای اینکه این بیان شما رو جنبه عمومی بدیم، موضوع بهائی یا مسلمان نی، ما الان همین لحظه چقدر داره بلایا بر دوستان مظلوم سوریه ما وارد میشه، در عراق، در ایران، در امریکا. هدف این برنامه آن است که یه بینش جهانی تر ایجاد بکنه به جای اینکه به یه گروه خاصی توجه بکنه. بفرمایید. درود به شما جناب ریاضتی، برنامه های بسیار مفیدی دارید، خیلی متشکرم. سوالی که خدمتتون دارم، برنامه بسیار مهمی رو اجرا میکنید راجع به دگراندیشی. سوال من این هستش که فرمودید، نکته رو اشاره کردید راجع به مذاهب که به اصطلاح دوگماتیک هستن و دگراندیشی نمی کنن. سوال برای من، مدت زیادی دینی رو که بسیار بهش علاقه دارم، دین بهایی که شما باهاش آشنایی دارید، آیا امکان این هستش که اگر چیزهایی رو که دیده نشده قبلا، مثل مسئله هوموسکسوال ها رو، اینها رو تصحیح بکنن در یک زمانی، آیا این امکانات هست در دین بهایی؟ و نظر خودتون رو شخصا بگید که آیا این بی‌انصافی هست به نسبت هوموسکسوال ها یا نه. خیلی ممنونم، خیلی خیلی سوال عمیق و به جاییست. به نظر بنده دگراندیشی در تمام جوامع لازم هست. دگراندیشی با تأمل، با تفکر با تو هم باشه، بایستی به سیستم ارائه داده بشه توسط سوالها، توسط انعکاسات. من معتقد هستم که اصول دین رو باید فهمید و اگر اصل دینی اون طوری که بنیانگذارها این رو مطرح کردن به دقت بهش توجه بشه، ابدا تبعیض قائل نمیشه. در خیلی موارد شاید بکن نکنهایی که درش وجود داره به خاطر حکمتهایی که اینها در نظر گرفتن، ولی چه در بهائیت چه در هر سیستم مذهبی یا فلسفی، به نظر بنده، چون نظر شخصی بنده رو خواستین، فرد حق داره که دگراندیش باشه و این سوال شما به نظر بنده نشان آن هست که شما در حقیقت به فکر همگان هستین، ولی یک نظام جدیدی بایستی باشه، یک مفهوم بدیعی بایستی باشه. آزادی رو ما بایستی معنی بکنیم. آزادی حدود و ثغورش چیه؟ آیا مسائل نسل من بعد نسل رو بایستی در نظر بگیریم؟ عوامل روانی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی رو در نظر بگیریم. به همین دلیل است که بنده در این برنامه نمیخواهم
نظریه کلی در مورد هوموسکشوالیتی بدم، ولی به نوع اندیشی و دیگر اندیشی از طریق درست همیشه معتقد بودم و خواهم بود و به نظر بنده ادیان باید این فضا را فراهم بکنن که پیروانشون و حتی دیگران اجازه این را داشته باشند که سوال بکنم. من برای اطلاع شما بایستی عرض بکنم که برداشت بنده از آیین بهایی آن است که آیین بهایی همیشه سوال و جواب رو در حقیقت تشویق کرده. اصلا اکثر آثار بهاءالله در جواب سوالات خود بهاءالله در حفادی خودش تشویق میکنه که اگر مسئلهی قابل درک نی یا مسئلهی مجهوله سوال بکنین، چون سوال اگه با نیت انسان دوستی مطرح بشه در هر زمینه‌ای و هدف تبعیض نباشه، برتری نباشه، بهتری نباشه، اسباب نواندیشی رو فراهم میکنه. مطلبی داریم بفرمایید؟ دوست عزیز از شما سوال فرمودم، ولی من اجازه میدم بفرمید. اجازه به خودم میدم که یک کلمه اضافه کنم که برداشت من از موقعیت دیانت باهایی در تمام مسائل اجتماعی هست که یک اصل عرفانی و روحانی برای هر مذهبی وجود داره و یک اصل اجتماعی. در دیانت بهایی اصل روحانی این هست که تبعیض برای هیچ شخص و هیچ فرد و هیچ گروه و هیچ طرز فکری نباید قائل شد و همیشه باید ما طرز فکرمون رو به قدری بالا بیاریم که انسانها رو به صورت انسان ببینیم و این وجه تمایزهایی که بشر ساخته رو سعی کنیم که ازش واقعا سعی کنیم که بگذاریم و به مرحله بالاتر انسانی فکر کنیم. ولی از نظر نقطه اجتماعی و قوانینی که در اون محلی که زندگی میکنیم، دیانت بهایی ما رو موظف میکنه که تابع قوانین شهری و منطقه‌ای باشیم. بنابراین در مورد مسائل اجتماعی من فکر میکنم که الان دیانت بهایی مسئله حکمیت یا حاکمیت نداره، ولی در مورد مسائل روحانی باور من به عنوان یک بهایی این هست که ما بین اشخاص افراد تبعیض نمیذاریم. من برای اینکه سوء تفاهم ایجاد نشه از عرایض خودم و بیانات دوست عزیزم سهیل خانم عزیزی، ببینین یه اصول هست که کلیه. اصول کلی اینه که انسان‌ها حق دارن در این دنیا زندگی کنن و راه‌حل‌های زندگی خودشون رو خودشون پیدا بکنن، ولی یه سوشال کانترکتی هم وجود داره که این کانترکت ها بر اساس آنچه که به نفع خیر عمومی هست ایجاد میشه. چیزی که سهیل خانم دارن مطرح میکنن این جرأتی که ما پیدا بکنیم که اگرچه به یه چیزی معتقد هستیم، ولی در اجتماعی که زندگی میکنیم نذاریم این اعتقادات ما اسباب دوگانگی و برتری و بهتری رو فراهم بکنه. مثال هوموسکشوالیتی رو بزنم، اگر من بتونم به اون قابلیت دیگراندیشی برسم که دوست هوموسکشوال خودم رو به عنوان یک انسان قبول بکنم، حقوق مزایاش رو پایمال نکنم، بهش چپ چپ نگاه نکنم، و اون موقعی هم صادق میشه که من اون رو به عنوان یک انسان دوست بدارم، نه به عنوان اینکه بهایی مسلمان کلیمیه. ولی آیا این روش زندگیش درست هست یا خیر؟ هدف من بایستی این باشه که فقط دانش فراهم بکنم. هرچی دانش مردم بیشتر میشه به حکمت تعالیم مختلفه اجتماعی بیشتر پی میبرن، بعد به مرور زمان این بلوغ باعث میشه که حرکت ارادی که سهیل خانم بهشون ایجاد کردن و ذکر کردن، اون باعث بشه که یک تقلیب روحانی فکری در فرد ایجاد بشه و اتخاذ یک نرم جدیدی در زندگیش بکنه. من فکر میکنم یه سوال دیگه بگیریم، خیلی عمیق شد که بفرمایید. سلام علیکم، من میخواستم با دکتر ریاضتی صحبت کنم. شما هر موقع زنگ میزنین توی برنامه هستین، بفرمایید. خیلی خوش آمدین.
آقای دکتر ریاضتی، من میخواستم از برنامه قشنگتون تشکر کنم و به شما خادمین نوع انسان به قول معروف تبریک بگم. واقعا من 8 ماه پیش تقریبا با شما آشنا شدم، با برنامهاتون زندگیم خیلی تغییر کرده و واقعا مشکلاتی که تو زندگی داشتم خیلی به من کمک شده و خواستم از شما و از مهمانات عزیزتون تشکر کنم و این نوروز که میگیم واقعا در زندگی من اتفاق افتاده و من امیدوارم که قدر شما رو بدونم، قدر شما خادمین نوع انسان و افسوس از این که ما اون زمان که تو ایران بودیم متاسفانه سیستم بود که نتونستیم یه مربیانی مثل شما داشته باشیم که زندگی بهتری شاید بود برای ما. متاسفانه این مربیانی مثل شما و این مهمانان عزیزتون که میارین برای ما نبود و واقعا الان من میدونم که ما چه افرادی رو از دست دادیم اون موقع، ولی خوشبختانه من الان خیلی زندگی عوض شده و خیلی میخوام از شما تشکر کنم. یه مقدارم هیجان زده هستم حالا قربان شما صحبت میکنم. من تمام برنامه های شما رو من گوش کردم، خیلی عوض شدم، خیلی از زندگی الان خوشحالی واقعی تو دارم. ازتون تشکر میکنم. قربان شما. حقیقتا این یک هدیه نوروزی بود که من انشالله تا زمان قبر به یاد بیارم و این رو البته به علت کاری که من میکنم نمیدانم، من اصلا ارزشی ندارم. من آرزو مان است که اگر بتوانم یه فضایی برای تعمق و تدبر ایجاد بکنم، تمام این توصیفاتی رو که شما فرمودیم به برنامه برمیگرده و نه به شخص حبیب ریاضتی. من فقط میتوانم این رو به شما بگویم که بنده و همکارانم بلخص کسانی مثل سهیل خانم رو که به کرات دعوت میکنم و همونطور که میدانید از همکاران نزدیک من هستن، کسانی میان که اهدافشون همین است که شما میفرمایید، که ما یه فضای ایجاد بکنیم که مردم زندگیشون به سمت بهتری تغییر پیدا بکنه. من وقتی ببینم که یک نفر بغضاش کم بشه، تعصباتش کم بشه، نوروز رو یک پدیده عرفانی، معنوی، انسانی بگیره، حتی اگر به من هم زنگ نزنید، اگر این تخم ها رو ما بکاریم، این بزرگترین هدیه‌ایه که خداوند اون نیروی جهانی، هر چیزی که اسمش رو میذارین، ما رو حمایت میکنه. ولی ممنونم سهیل خانم. منم واقعا باید تشکر کنم از دوست عزیزی که زنگ زدن و این انرژی مثبتی که به ما دادید واقعا وجودمون رو گرم کرد. و خواهش و تمنای من خیلی کوچکتر از اینم که بخوام خواهشی بکنم که شما شاید خودتون در فکرش هستید، ولی اگر این انرژی مثبت رو و شکرانه تغییری که در زندگیتون حاصل شده رو بتونید به اشخاص دیگر منتقل بکنید، یعنی در اون منطقه‌ای که هستید جایی رو پیدا کنید که این یک تونلی باشه برای انتقال انرژی های مثبت، خدماتی که میتونید بکنید، شما با جوان هایی که تو منطقتون هستن، اگر جایی هست که واقعا جوان ها رو ازشون نگهداری میکنه، برنامه هایی که برای هوملسا وجود داره، تو هر صورتی که بتونید نقش مثبتی داشته باشید مطمئنم که دارید، ولی اگر این انرژی رو به هر نفری که شما منتقل بکنید، میتونم از این مثالی که برای خودمون زدم بدونم که چقدر زندگیشون رو میتونید شروع تعویض زندگی اشخاص باشید. یعنی به عبارت دیگه در این 49 ثانیه‌ای که داریم، که البته با عرض تشکر از خانم دکتر عزیزی و همچنین تشکر مکرر از شما عزیزانی که لطف میکنین، زنگ میزنید، نظریات خودتون رو اعلان میکنین، هدف ما آن است که شما در حقیقت اون شمع‌های درونی خودتون رو روشن بکنین که شمع محبت و عزت هست. خودتون رو اسباب افتخار خود و جامعه اطراف بکنین و اگر این برنامه ها مفید هست، همین فضای روحانی انسانی رو در جامعه ای که هستین فراهم بکنین تا شاید بتوانیم دنیای بهتری رو به کمک هم
ایجاد بکنیم. از صمیم قلب تشکر میکنم و تا هفته آینده شما را به خدا میسپاریم. خدا نگهدار. خدا نگهدار.